سلام دوستان، خوش آمدید به کانال خودتون، کانال کوهن آپولو. امروز اومدیم بپردازیم به یک سری از واکنش ها توسط آرتیست های مختلف نسبت به مسائل این روزهای خوزستان، مسائل بیابی. بریم و برگردیم. خب دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. من کوهن هستم. همونطور که گفتم میخوایم بپردازیم به واکنش های آرتیست های مختلف به مسائلی که در این روزها برای خوزستان پیش اومده و مشکلاتی که این مردم دارن در اونجا، در اون منطقه، و واقعا ناراحت کننده است که مشکل این روزها در این شهر و استان مشکل بیابیه و یک چیزی که از اون کوچیکی هم به ما یاد دادن، آب مایه حیات است، یعنی برای زندگی کردن نیاز هست، واجب الوجود هست برای زندگی. و این روزها این مایه حیات این روزها در استان خوزستان کمیاب شده، نایاب شده، و مردم متاسفانه بسیار بسیار دارن رنج میبرن. و خیلی جالبه، من معمولا یک لیوان آب یا نوشیدنی میارم روی میز میذارم در حین واکنش به ترک های مختلف، میخورم کم کم و یه جورایی دهانم رو تر کنم. یه مدت بود که حالا یه میوه چیزی میذاشتم، میگفتم خب نیست بابا، ولش کن، جلوی دوربین شاید یک سری همون لحظه دلشون بخواد و نتونن این میوه رو به دست بیارن و بخورن. دیگه خیلی بده، خیلی بده که آب هم یه جورایی دلت نمیاد بیای رو میز بذاری و جلوی دوربین آب بخوری، میترسی یک عده‌ای باشن که آب نداشته باشن بخورن. این دیگه خیلی خیلی بده، خیلی، و نمیشه در موردش زیاد واکنش نشون داد و نمیدونم واقعا چی باید بگم. خب میپردازیم به مسائلی که حالا امروز قراره بهشون ریاکشن بریم. به یکی از اینها، یعنی سه تا فری استایل داریم که از ایمانمون عزیز و همینطور پوریا کوتک عزیز و یکی از بچه های ریاکشن به نام اسکورپیو رپ عزیز که خودش هم یه یوتیوبره و ریاکشن میره، و حتما لینک چنلش رو در توضیحات میذارم براتون، برید و ازش حمایت کنید. خب اول شروع میکنیم با ایمانمون و بعد از اون اسکورپیو رپ رو داریم و بعد از اون پوریا کوتک و همینطور واکنش هایی که در تلگرام و توییتر شاهین نجفی و امیر تتلو داشتن. خب بریم و با هم دیگه گوش کنیم. فقط قبل از اینکه شروع کنیم این و ریاکشن رو، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک، زنگوله و همینطور کامنت بذارید برای ما، با دوستانتون شیر کنید این ویدیو رو اگر خوشتون اومد. مطمئنه شما یکی دو تا دوست داریم که یه ویدیویی واسهش بفرستین داخل تلگرام یا واتساپ، به خاطر شما هم شده برو اون ویدیو رو نگاه کنه. خب میریم و با هم دیگه گوش میکنیم این ویدیو رو، گوش میکنیم و همینطور هم میبینیم. یکی خیلی مخم بود، گفتم یه سیروی بنویسم. هی ایمانم، خونه اون جاست که قلب من میتپه براش، چشام اشکه وقتی آله میانه خراب، با این که دور ازش گذشتن این همه شبا، میرم جونم و پاش نفسم میرم براش و بذار بشکنم سکوت و دیگه خیالی نیست، تیره تر از این تاریکی دیگه سیاهی نیست، این حرف با حرف دره، هیچ کدوم سیاسی نیست وقتی پورا. آره واقعا تیره تر از این دیگه واقعا چیزی نیست، این که تو آب برای خوردن نشته باشه، این دیگه اصلا بحث سیاسی نیستش که تو آب برای خوردن نداری، چیزی که باید در اون رو بیاشامی و بتونی زندگی کنی، بتونی نفس بکشی، یعنی دیگه اصلا بحث سیاسی نیستش اینجا. خوابیده واسه ما دیاری نیست، جنوبی که خوابیده رو طلای سیاه، الان تشنه است و سرشون بلایی میباره، یکی به من بگه کجا میره سرمایه ایران، میشه خرج اون باورایی که جنگا رو میسازه، شما پس تر اگر دیدیم میسازه میشه خرج اون باورایی که جنگ ها رو میسازه، باز به شرفش رو خودی اسلحه کشیدی، بازم هم وطنه هی سال جوون دارم خونه نشد و ای خوزستان تنها نیستی پشت دلشگره ای خوزستان. خب دومی اسکورپیو رپه که با هم دیگه گوش میکنیم.
ممنون از ایمانمون عزیز. ایران عجایب کشور، میگیرن حتی برا آب جون میشه، سر تا پات خون میذارن. یاد اون قسمت از ترک حمید صفت من انداگو عجایب شهر میگفتش، اینجا میگه عجایب کشور. سر رات کو، خسته شدیم انقدر داد زدیم، سهم ما کو. شادی خوشی دغدغه کم خنده از ته دل برامون همه قفله. عشق باد اعتراض به حق اولیه انسان همه کفره. جایگاه مقام پست تسخیر همه اینا هزینش یه مهره. بود شکن چه خبر از آب و برقی که خواستی بذاری سر سفره. هر جا رفتیم دور تا دور شهر نشد عکست نباشه تو یه دونه قاب. آب مجانی رو نمیخوایم، برسیم به خوزستان بدون آب. یعنی میگه که آب مجانی که هیچی، حداقل آب میخوای پولش هم بگیری اشکال نداره، ولی آب بیار در اختیار ما بذار. واقعا خیلی تلخه، یعنی به شدت من ناراحت هستم و واقعا این چند لحظه ای که اینجا حالا دهان من خوش شده و نمیتونم آب بخورم، یعنی نیاوردم با خودم سر این میز یه لیوان آبم، این سخته دیگه. چه برسه تو طول روز برای آشامیدن، برای شستشو، برای دامها، برای کشاورزی، همه چی آب مشکل داشته باشی. واقعا سخته، واقعا سخته و امیدوارم این روزها تموم شه و روزهای خوب بیاد. پوریا پوتک هم که میشناسید دیگه همتون، پوریا پوتک عزیز که خودش هم در یوتیوب فعالیت خیلی خوبی داره، هر روز تقریبا ویدیو میذاره، ویدیوهای فانی هم میذاره. اما این ویدیو که فکر کنم تازه هم اومد، برای دیشب بود اگه اشتباه نکنم، خودش هم گفتش که من ویدیوام فان و اینجور چیزا، ولی اینجا خب دیگه حالا دیگه نمیشه واقعا شاد بود، یعنی نمیشه شاد بود و واقعا یه واکنشی باید نشون بدن آرتیست‌ها و این افراد هم نشون دادن که نسبت به کشورشون بی‌اعتنا نیستن، نسبت به مردم کشورشون. من این که قلب عاشقم و بی پولیم شکسته، دست تو آقا به من میتونی یه لحظه بدی که ببینی چه دردها کشیدم، بدی که ببینی چه زخم ها چشیدم. خیلی چیزا هست که بگم ولی میدونی روم نمیشه، به چشام نگاه کن دردو میخونی تو. منی که عاشق دختری شدم ولی همون دختر و فقر و بیپولیم روند تو این جهنم پوچی، حتی رقیبم بریده پای تخت و سریال میبگی نقیقم و دیده. این همه در یقینا خوب دیده ولی فتوای قسط و نماز بقیه رو میده. ننم زنگ میزنه میگه سیاسی نخون عزیزم، میدونی که شبای بی تو بی خوابم و مریضم، میان میبرنت هر جای دنیام که باشی، جان عزیزت نمک و روی زخمام نپاشی. ننه میدونی همراه همی، دلم تنگت حتی توی سرمای شدید، ولی ایرانم شده گورستان، دزدی و اختلاس بیابی خوزستان. میگه به مادرش میگه که میدونم اینا همه رو میدونم، ولی خب نمیتونم از مردم کشورم نگه. این همه شهید دادیم که بشی. بچه ها خیلی سیاسیه، اصلا به درد یوتیوب نمیخوره. اوف، فقط به خاطر قولی که دادم اصلا خوندم، هنون مونده دو صفحه است. ساری نمیخواستم مویدتون رو گفت کنم، به امید اینکه هر چی سریعتر اوضاع مردم خوزستان رو کشه. عشقید، عشق. ممنون، ممنون از خودت، خودت عشقی. و اینکه حالا میریم سر واکنشی که شاهین نجفی تو توییتر نشون داد و توییتی که زد، نوشته که زن و جان سلامت دیر یا زود درونش فاش می شود. اگر بر بلندترین سکوهای افتخار بیستی و چشمانت از دیدن چهرهای خشکیده مردمان سرزمینت ناتوان باشد، این ناتوانی ناشی از ترس است. این ترس ناشی از ناپاکی و ناسلامتی جان و ذهن. خب اینجا خب مسلماً می‌دونید با اون ادبیات خاص خودش این توییتو زده و 100% اشاره کرده به یک سری از سلبریتی‌ها، مثلا اون قضیه‌ای که برای کارگردان اصغر فرهادی پیش اومده، خب مطمئناً می‌دونید جریان چیه، و همینطور مسائلی که تو خوزستان هست دیگه. غیر از این نیست این توییت با اون ادبیات خاص خودش که مطمئناً متوجه میشید داره چی میگه. خب واکنش دیگه واکنش امیر تتلو بوده که خیلی سرصدام داشته و واکنشی بوده که به نظرم میتونه درست باشه، چون من قبلا توییتشو، یعنی تو تلگرام پیامشو خونده بودم و تقریبا درست داره میگه. واقعا امروز هم پول میخواستن جمع کنن واسه تانکر و آب تو کلاب هاوس، من ندادم، عوضش پول دادم تیشرت چاپ کردم که صدای این مردم رو به گوش جهان برسونم.
مثل اینکه یه سری تیشرت های چاپ کرده حالا با عناوین خاصی که رپ داره به بیابی در خوزستان و احتمالا اگه اشتباه نکنم میخواد بده به یک سری از ورزشکارهایی که میرن توی استادیوم ها یا حالا ورزشگاه باشگاه یا تو مسابقات این پیرنه رو بپوشن و به گوش جهانیان برسونه. حالا اون چیزی که فکر کنم میخواد انجام بده همینه. دقیقا توی پیام بعدیش میگه که گیلاس دادن تو طبیعت جرمه، کمک واقعی اینه که گیلاس چینی رو یادشون بدی و کمکشون کنی حق واقعیشون رو بگیرن. این هم تقریبا درسته. حق واقعی مردم خوزستان یه تانکر آب نیست، کلی چای نفت و رفاه کامل و کولر گازی و آب یخ تو یخچال و یخچال پر از میوه. من کمک میکنم که به حق واقعیشون برسن. و این هم حرفایی بودش که امیر تتلو زد. درسته واقعا یه سری ها اومدن تانکر آب و آب و اینجور چیزا دارن میفرستن برای خوزستان، در صورتی که با یه تانکر دو تانکر که وضعیت حل نمیشه. باید فکر اساسی کرد و همیشه دنبال این نبود تا یه مشکلی پیش میاد در جای یه سری سلبریتی ها پاشنده پول جمع کنند، ما میخواییم فلان کار رو بکنیم، بیان اساسی اون مشکل رو حل کنن واقعا اگه راست میگن. و بیابی هم که دیگه قضیه زلزله و سیل و چه میدونم گردباد و اینجور چیزا نیستش، که یه مسئله ای که میشه در دراز مدت بهش فکر کرد و یک سری عملیات انجام داد، یک سری چطور بگم بهتون، یه سری تصمیمات عکس بشه از طرف یک سری از مسئولین که به این وضعیت دچار نشه. چون مثل زلزله یهویی نیست که بیاد حالا خرابی به حال بیاره ما بخوایم کمک جمع کنیم. از قبل مشخصه که مثلا امسال سال بیابی هستش، یعنی جوری که بارون نمیاد، یا از قبل مشخص بوده که این سدها زده شده و این مشکلات پیش اومده و مطمئناً با وجود این سدها و این وضعیت خوشسالی برای کارون و اون وضعیت اهواز پیش میاد. و کارونی که تنها رودخانه ای بوده که درش کشتیرانی میتونستین انجام بدن، متاسفانه امروز به روزی افتاده که مردمش آب برای خوردن نداره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، هرچند که درد بود دیگه، حالا خوشتون اومده باشه از اون بابت، نه اینکه شاد کرده باشم شما رو، مطمئنن اینطور نیست. من فقط شاید تونستم اون عنصر ناراحتی رو در شما به وجود بیارم، شرمندم بابت این قضیه، ولی خب مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه. خوزستان هم جزئی از کشور و برادر خواهر ما هستن و باید بهشون اهمیت داده بشه، جایی که نفت و گاز و هزار تا انرژی دیگه و هزار تا ثروت دیگه داره، متاسفانه به این روز افتاده که آب برای خوردن نداره. امیدوارم این روزا هر چه زودتر تموم بشه و روزای خوبی رو پیش رو داشته باشیم همه ما مردم، شمایی که در این ویدیو رو می‌بینید و همه. ذره میگم حالا مثلا خوب نیست، اینا هم که گوش دادم بیشتر حالم بد شده واقعا. ازتون میخوام که سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، همینطور این ویدیو رو اشتراک بذارید با دوستاتون اگر خوشتون اومد، و کامنت انگلیسی یا فینگلیش، حالا yes, no, okay, هرچی دوست داشتید. لطفاً شمایی که برای بار اول میاد این ویدیو رو میبینید یا اینکه تا به امروز سابسکرایب نکردید، حتماً سابسکرایب کنید، یعنی لطفاً سابسکرایب کنید و حتماً و لطفاً یک کامنت انگلیسی یا فینگلیش برای من زیر همین ویدیو بذارید تا سابتون نپره. یوتیوب شما رو به عنوان ربات میشناسه اگر این کار رو انجام ندید، چون از فیلتر شکن دارید استفاده میکنید. لطفا این کار رو واسه من انجام بدید، خیلی دوستتون دارم. ممنون از کامنت های خوبی که میذارید، انرژی که میدید، و امیدوارم که روز به روز این تعداد سابسکرایب های ما بالاتر بره و من بتونم با انرژی بیشتر تولید محتوای بهتری برای شما انجام بدم. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو رو نگاه کردید. همیشه با عشق باشید. فعلاً.